سلام به همه و مخصوصا سلام به ایرانیای عزیز. بیشترش تششعاتی هستش که از LCD به چشم ما میخوره، جدای از این که اتفاقهای دیگهی برای ما شاید پیش بیاد که اصلا به طور کلی برامون زیاد مهم نباشد، مثل سردرد، تاری دید، سوزش چشم، اشک چشم، حتی در موقعی که ما کاری انجام نمیدیم و یک سری ها هستن که بیشتر مواقع اشک از چششون میاد، خشکی بی اندازه چشم ها در طول روز و شناخته شده در بین افراد سرخی چشم ها و متاسفانه فوق‌العاده خطرناک در هنگام رانندگی یا استفاده کردن از وسایل نقلیه دوبینی
فوق‌العاده خطرناک هستش موقعی که شما دارید از یک وسیله نقلیه استفاده میکنید، مثل موتور، مثل ماشین، و همه اینا رب پیدا میکنه به بحث‌های قبلی ما در مورد آداب استفاده از تلفن همراه، استاندارد و میتونم بگم کیفیت ساخت گوشی‌ها و به طور کلی استفاده از تکنولوژی‌هایی مثل، یا میتونم بگم پلتفرم‌هایی مثل سوشیال مدیاها به طور کلی. و درسته که این LCD ها و این وسیله هایی که مجهز به LCD هستن همیشه با ما هستن، ولی متاسفانه اصلی ترین عضو ما که داره از این تکنولوژی استفاده میکنه داره اتفاقهای بدی براش میفته، مثل همین مواردی که بالا بهتون گفتم. ولی متاسفانه مورد آخر فوق‌العاده خطرناک هستش و اون کوری‌های موقت میتونه به کوری‌های دائم تبدیل بشه. چرا گفتم برمیگرده به کیفیت و استاندارد؟ چون متاسفانه ساخت تلفن‌های همراه حتی در یک سری مواقع، یا میتونم بگم در یک سری از کمپانی‌ها که شناخته شده هستن، زیاد از روی ساختار درست و مهندسی درست و میتونم بگم مهندسی قطعه و در نهایت ساخت اون تکنولوژی، اینا همش به هم ربط داره که درست ساخته نمیشه، روی اصول ساخته نمیشه. و متاسفانه ما مشکلاتی که واسه چشممون پیش میاد، جدا از این که زیاد با گجت خودمون کار میکنیم، این مسائل هم که به طور کلی از حالت استاندارد خارج هستش، اینها هم به مشکلات ما اضافه میکنه. به خاطر همینه که تو بحث کیفیت گفتیم که کیفیت یا استاندارد که یک کمپانی داره رعایت میکنه، اون وقتیه که داره برای شما میذاره و اون ارزشیه که برای شما قائله، که این مشکلات پیش نیاد. این مشکلات موقعی که پیش میاد، شما امکان داره که دیگه نتونید از تکنولوژی که دارید استفاده میکنید یا گجت LCD دارتون دارین استفاده میکنید، دیگه تا آخر نتونید استفاده بکنید، کم بینا بشید. و اگر کسایی که عینکی هم هستن، شماره های به قولی عینک هایی که دارن استفاده میکنن، همین جوری چند ماه یک بار همین جوری میره بالاتر، یا حداقل میتونم سالی یک بار میره بالاتر. و یک بود قضیهش استاندارده و یک بود قضیهش متاسفانه بچه های الان جامعه ما هستند، که همین الان از تاریخی که داره این ویدیو ضبط میشه، یک بچه از دوران خردسالی داره به این LCD ها نگاه میکنه و متاسفانه نهایت بخواد تو سن بالاتر مشکل باسش پیش بیاد، ضعف دوربینی این چشم هستش که 100% برای همه ما به وجود اومده، همون جور که برای مغز ما این مشکل به وجود میاد که ما
همون جور که توی بحث سوشیال مدیاها گفتم، در تحقیقات قبلی که ما هیچی رو نمیتونیم حفظ بکنیم، که حتی یک سری از قابلیت‌های چشممون از دست میدیم، دور رو هم نمیتونیم درست نگاه بکنیم و این اتفاقا پشت سر هم برای ما مشکلات فوق‌العاده جدی رو پیش میاره. پس ما میتونیم تا اون جایی که میشه و تا اون جایی که برامون امکان داره از این تکنولوژی کمتر استفاده بکنیم، یا اگرم استفاده میکنیم از کوالیتی درست و استاندارد درست از محصول یک کمپانی استفاده بکنیم. متاسفانه LCD ها الان مشکلات خودشون رو نشون نمیدن و این مشکلات بعدن برای ما پیش میاد. اگر که یک کمپانی باشه به اسم، با فرض مثال که من گجتی رو معرفی کردم به اسم شیائومی، که من هدفون بلوتوثش رو معرفی کردم، این هدفون بلوتوث به صورت فوق‌العاده زیاد داره فروخته میشه و متاسفانه حتی توی قالب‌گیری هم ضعف داره و این هدفون در یک سری از قسمت‌ها ترک میخوره، تو قالب‌گیری پلاستیکی. بله، یک قالب‌گیری پلاستیکی ساده بعد از قالب‌گیری و میتونم بگم قدمت قالب‌گیری تا الان هنوز که هنوزه یک سری استانداردها در قالب‌گیری رعایت نمیشه و اون هدفون شیائومی تو ویدیوهای من هست. موقعی که تو یک گجت کوچیک ضعف قالب‌گیری هست، شما چطور میتونید انتظار داشته باشید که تو ساخت LCD ها و تو ساخت گجت های دیگه دقت لازم رو اون کمپانی داشته باشه؟ پس تا اون جایی که میشه باید از کمپانی هایی که به صورت مداوم گوشی میدن بیرون، مخصوصا گوشی های چینی، باید دور باشید. و ما داریم برندهای این کمپانی ها رو میبینیم که به واسطه بازاریابی چینیشون سریع معروف میشن و سریع تبلیغ میکنن و میتونیم بگیم خوبم تو زمینه تبلیغ کار میکنن، ولی از استاندارد خبری نیست. و این مشکلات چشمی که بحث ما در مورد مشکلات چشمی هستش و اصلی ترین عضو بدن ما برای استفاده از این تکنولوژی داره آسیب می‌بینه و این هم برمیگرده به تحقیق شما. همون جور که کمپانی‌ها برای شما وقت می‌ذارن و یک گوشی رو با استانداردهای لازم بیرون میدن، شما هم باید برای خودتون وقت بذارید و یک گجت و یک ابزار درست و اصولی رو برای خودتون انتخاب بکنید که این عضو مهم رو که در استفاده در این تکنولوژی حرف اول رو میزنه، میتونم بگم تا 95% از بین نره، مشکل نخورید و دچار آسیب‌های جدی نشید. و میتونید برای استفاده از این ابزارها از محافظها و لایه‌هایی که
جلوی تششعات گوشی رو میگیرن استفاده بکنید، یا برنامه هایی که باعث میشن که اون درخشش رنگ LCD کمتر بشه و اون اشعه های مضر به شما نرسه، و حتی میتونید رنگ گرم رو استفاده بکنید که در آخر همین ویدیو لینکش برای شما گذاشته خواهد شد، یا میتونم بگم یک آدرس در بخش توضیحات این ویدیو من براتون میذارم که چطوری از رنگ گرم LCD گوشی خودتون استفاده بکنید تا مشکلی براتون پیش نیاد. امیدوارم که بیشتر میتونم بگم این آگاهی و این بحث به دردتون بخوره و مفید باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. تا یک ویدیو دیگه و یک بحث دیگه، موفق باشید.